سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم تحولات فلسطین تحولات فلسطین ماجرایی هست که این روزها توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده همه خیره به فلسطین دارن نگاه میکنن ببینن که قرار هست ادامه این ماجرا بعد از بیش از سی روز حمله بیامان رژیم صهیونیستی از زمین و آسمان به غزه و بعد از بیش از ده روز ده دوازه روز درسته حمله زمینی که انجام دادن حالا من عددش دقیق حضور زه ندارم ولی بعد از بیش از ده دوازه روز حمله زمینی همه میخوان ببینن در نهایت رژیم قرار هست چیکار بکنه به کجا میخواد برسه کشتار کودکان که دستاورد نظامی نیستش که سی و چند روز مثل چی گیر کردن توی گل غزه که دستاورد نظامی نیستش که اینا هیچ تسلیحات خاصی در غزه ندارن هر کدوم از فیلم هاشون رو از تقابل هاشون با رژیم سهیونسی رو نگاه میکنید شرفی نیست که از رژیم نبرده باشد با همین تسلیحاتی که ندارن و خب این بخشی از چیزی هست که این روسا همه دارن در حوزه رسانه با حیرت نگاه میکنن و رژیمی که حیثیتش به وسعت کل عالم ریخته است بریم اتفاقات رو با هم بررسی بکنیم دیشب یک خبر در رسانه ها منتشر میشه به نقل از مقاومت عراق عراقی ها تصویری از یک موشک رونمایی میکنن منتشر میکنن که دارید روی صحبت های من مشاهده میکنید مسئله خیلی مهمی که بعد از رونمایی مقاومت عراق از این موشک و تاکید بر این که این موشک همون چیزی هست که در روزهای اخیر علیه پایگاه های آمریکا ازش استفاده کرده بعد از این رونمایی خیلی ها به شباهت پرتاب شونده عراقی با موشک های بالستیک ایران از خانواده موشک های فاتح اشاره کردن حالا باید بریم جلوتر ببینیم جزیاتی از این موشک ارائه خواهد شد یا نه ولی در هر صورت اون چیزی که خیلی مهمه اینه ما در شرایطی داریم از این تسلیحات حرف زنیم که آمریکا در خصوص عملیات های اخیر به 45 زخمی اشاره کرده مشخص هست تسلیحاتی که به کار رفته و عملیاتی که انجام گرفته هرگز با آن چیزهایی که از قبل اتفاق افتاده است همخانی و شباهت ندارد نه تلنگورهای ویژه ای هست که اینها اگر نفهمنش دردناک ضربه خواهند خورد بریم ادامهش رو با هم بررسی بکنیم در ادامه اتفاقات امروز ما شاهد اثار نظرهایی بودیم از چهره های سیاسی مختلف فرانسوی ها ابراز نگرانی کردن از بحران در فلسطین اشغالی سفیر فرانسه در سازمان ملل از جانب کشورش خواستار آتشبس فوری در غزه و اطمینان از رسیدن کمک های بشر دوستانه به این منطقه شده است و جالبه فقط اینو خواهشش رو مطرح میکنن در عمل همه اینها کسانی هستن که در این مدت که داریم با هم صحبت میکنیم در کنار رژیم صهیونیستی و در جنایاتی که رخ داده است دیده شدن یک نمونهش رو بخوایم با هم بررسی بکنیم تأثیری هست که داری روی صحبت های من مشاهده میکنید فرمانده نیروی هوایی آلمان همونطور که در تصویر دارید مشاهده میکنید این فرد در حال اهداء خون به جهت کمک به سربازان پیاده رژیم صهیونیستی که در غزه دچار جراحت شدن دیده میشه واقعیت ماجرا هم همینه خون اینها در رگ رژیم صهیونیستی رژیم اگر داره کاری میکنه با حمایت اینها که نه با خونی که از اینها در رگش هست داره انجام میده این واقعیت ماجرا هست این چیزی که امروز داره در قالب بچه کشی در فلسطین اشغالی خودش رو نشون میده ادامه اتفاقات امروز رو با هم بررسی و کنیم اصدار از توی وزیر و خارجه ایران توجه همه رو به خودش جلب میکنه تحت این عنوان که ما پیام های آمریکایی ها رو دریافت کردیم آنها کاملا نادرست میگویند امیر عبداللهیان در صحبت های امروز خودش به این اشاره کرده که آمریکایی ها در ایام اخیر سه بار به ما پیام دادن تاکید کردن بر اینکه دنبال این هستن که آتش بس انسانی رقم بزنن میگه ولی ما در نهایت چیزی که در غزه دیدیم جز کودک نبوده است بریم ادامه اتفاقات امروز رو با هم بررسی کنیم حالا باید بریم جلوتر ببینیم که درباره این پیام های که آمریکایی ها فرستادن و سفر قابل تعملی که مقامات کشور عراق نخست وزیر عراق در روزهای اخیر به ایران داشته چه چیزهایی قرار هست در رسانه ها منتشر بشه اما تا همین جای کار اون چیزی که واضح هست تمنای آمریکایی ها از طرف ایرانی برای این هست که اتفاقات منطقه دامنش گسترش پیدا نکنه تو این سوال هم وجود داره چرا ایران به ایران چه ربطی داره مگه ایران حرفی زده مگه ایران کاری کرده ایران هشدار داده گفته تداوم این ماجرا وضعیت منطقه رو و شدت ضربات رو بیشتر خواهد کرد هم هر کسی نگاه کنه میفهمه دیگه به ایران رفتی نداره که آنهایی که میخواهند بحران به نقطه پایان برسد باید بچه کشی در غزه رو متوقفش بکنند این ماجرا راهکار دیگه ای نداره بریم ادامه اتفاقات امروز رو با هم دیگه بررسی کنیم 13 تانک رژیم صهیونیستی امروز رسانه اعلام کردند که در غزه منهدم شده فیلم و تصاویری. البته این جدایی از خودروهای زرهی دیگری هست که توسط نیروهای مقاومت فلسطین مورد هدف قرار گرفته در کنار این اتفاق شاهد فیلم ها و تصاویری بودیم که از کشته های رژیم صهیونیستی و از تلفات رژیم در رسانه ها منتشر شده بسیاری از رسانه ها امروز روی اخباری ما دادن که این اخبار تاکید داره بر اینکه رژیم صهیونیستی در عملیات های اخیر بیش از دو هزار نفر از نیروهای خودش را از دست داده نکته کجا هست نکته اینجا است که اگر دقت بکنید رژیم صهیونیستی بعد از اینکه اشاره کرد به اینکه 1400 نفر از نیروهاش به هلاکت رسیدن دیگه عددی تحت عنوان 1401 و 1402 و 1500 1600 ارائه نداد اون چیزی که در عمل ما شاهد بودیم این بود که اینا می اومدن مثلا در مقابل رسانه ها میگفتن از فلان تاریخ تا الان تعداد ارتشی های کشته شده رژیم صهیونیستی از 350 مثلا رسیده به 360 خب اون 1400 چی شد پلیس های مثلا کشته شده از 59 اونم چند رسیده به فلان اون 1400 چی شد اونو بیا توضیح بده نه درباره اون هیچ اثر نظری نداره چون آن چیزی که رخ داده است یک فاجعه بوده رژیم صهیونیستی نیروی نظامیش با یک فاجعه روبرو شده همه این رو دیدن به لحاظ نظامی در حیرت فرو رفتن با بچه کشی هم جبرانش نمیتونه بکنه بریم ادامش رو با هم بررسی بکنیم در کنار اتفاقات امروز ما شاهد اثار نظری از سوی یک ژنرال بازنشسته رژیم صهیونیستی بودیم بعد از اینکه ورود کردن به جنگ غزه و تازه فهمیدن جنگ زمینی یعنی چی مرکاوا داشته باشی تسلیات فلان داشته باشی امکانات فلان داشته باشی پشتیبانی هوایی داشته باشی از زمین و دریا و در و دیوار از همه جا ازت حمایت بکنن بری بچهای فلسطین بزنن تو دهنت اینا تازه فهمیدن دنیا چه شکلیه جنگ نکرد این در طول تاریخ خودش تا الان هیچ وقت جنگ نکرده اینا به پیامبرشون میگفتن تو خدات برید بجنگید ما نگاه میکنیم خیلی حرفه ها این تالو نبردی نداشته با کسی الان فهمیدن دنیا چه شکلی یکی از جنرال های اینها اثر داشته گفته تردیدهای وجود دارد که ارتش اسرائیل منظورش گروهک تروریستی اسرائیل بتواند به اهداف تعیین شده توسط محافل سیاسی دست یابد نبرد بسیار پیچیده است ارتش اسرائیل پیش از این چنین چالشی ندیده و حتی نیروهای آمریکایی نیز هرگز آن را تجربه نکردهاند من یه چیزی داخل پنتس خدمت شما عرض بکنم بعد بریم ادامه ماجرا ببینید اینها الان در حالی وارد نبرد غزه شدن که هشدارهایی وجود داشت از سوی آمریکایی ها که ما پیشنهاد نمی کنیم ورود به غزه رو ما به شما پیشنهاد نمی کنیم فایل صوتی محرمانه جنرال پتراوس هم که با هم بررسی کردیم یه نکته خیلی عجیب و غریب داره و اون نکته این هست که فرمانده آمریکایی وقتی داره با سهیونستا صحبت میکنه درباره نبرد غزه از تجربیات خودش در جنگی که اینها در فلوجه داشتن در نبردهایی که در عراق داشتن و در نبردهایی که در محاصره شهرها داشتن داره استفاده میکنه ببین اصلا اگر این چیزی که ما داریم میفهمیم درست باشه که ظاهرا درسته دقیقا همین چکلی باید ماجرا رو ببینیم یعنی اینها بر اساس یک تحلیل کاملا غلط از غزه وارد بازی شدن اصلا غزه شبیه فلوجه نیست اصلا غزه شبیه جاهایی نیست که در محاصره بوده اصلا غزه قابل مقایسه نیست با شهرهایی که آمریکا در طول جنگ در افغانستان و عراق رفته اینا رو دوره کرده 20 روز درگیر بوده بعد وارد شده با کجا داری مقایسه میکنی تو وقتی که فهمت از نبرد غزه این شکلیه نمیتونی مشاوره درست بدی و اینا درست مشاوره ندن رفته وسط میدان الان خود انسان میگن میگن فکر کنیم تو الان برای آمریکا هم پیش نیومده بوده همچین چیزی که حالا اومدیم درگیر شدیم و ما موندیم چیکار بکنیم بریم ادامه اتفاقات رو با هم بررسی بکنیم خبر عجیب و غریبی رو ما امروز در رسانه شنیدیم تحت عنوان 160 نفر از اعضای کادر درمان که از ابتدای اتفاقهایی که رخ داده است ها امروز در غزه شهید شدند آقا 160 از کسایی که پزشکن پرستارن در یک نبرد در سی روز به شهادت برسن یعنی آن کسی که در آن سوی میدان ایستاده است قطعا و یقینا یک جانیه قطعا و یقینا یک جانیه الان شما درباره نبردهای مختلف دنیا کدومش رو سراغ داری که همچین های روی میز قرار گرفته باشه ده هزار زن و کودک کشته شده باشن. ویرانی ویرانیهایی به لحاظ شدت ضربه به لحاظ حجم مواد منفجره نمیگم ما به لحاظ شدت ضربه سه برابر بمب اتمی که روی سر ژاپنی ها ریخته باشن اتفاق افتاده باشه و همه ساکت باشن ببینید ما هر کدوم در هر کجای دنیا که باشیم با هر تفکری که باشیم با هر ملیتی که باشیم با هر نژادی که باشیم ما از تبعیض بدمون میاد ما از تبعیض نفرت داریم ما از تبعیض بیزاریم ما خوشمون میاد که یه سری آدم باشن اینا اقلیت باشن تو همه جای تاریخ هم اقلیت بوده باشن اینا الان بر همه اولویت داشته باشن اینا هر کجا هر غلطی دلشون خواستن بکنن هیچ کس با اینا کاری نداشته باشه اینها ده هزار تا آدم در سی روز بکشن هیچ کس در دنیا حرفی نزنه اینها زنان و کودکان را به شکلی به قتل برسانند که تصویر از کودکی در بیمارستان در غزه منتشر بشه در حالی که کسی نیست بچه رو در آغوش بگیره بچه نشسته یه گوشه داره گریه میکنه هیچ کسی سر بگیره چرا کسی در دنیا هیچی به اینها نمیتونه بگه نه این ماجرا تا یک جایی ادامه داره صبر دنیا نسبت به اینها داره لبریز میشه و روزی خواهد رسید برای اینها که در اون روز سزای این جنایات را خواهند دید و کسی هم نیست به کمکشون برسه من از انتقام و اینا حرفی نمیزنم من دارم واقعیت رو برای شما روایت میکنم شما اگر جور دیگه ای میبینی من بگو اینکه نمیشه که یه سری آدم هستن هیچ کس در هیچ کجای دنیا اجازه نداره به اینا بگه تو چرا چون سیستم ها ناراحت میشن نه این خاتمه پیدا خواهد کرد این غلط خاتمه پیدا خواهد کرد ادامش رو با هم بررسی بکنیم در ادامه اتفاقاتی که امروز شاهد بودیم یک خبری به نقل از رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی در رسانه ها منتشر شد که باعث شد اینها به شدت سوژه بشن رئیس ستاد کل ارتش رژیم در صحبت خودش به این اشاره کرده بود که ما قادر هستیم به هر نقطه از خاورمیانه برسیم بسیاری از کاربرها این رو به گرفتن آقا اصلا دمت گرم شما فوق این شما به هر نقطه ای از خاور میانه بخوای میتونی برسی فقط من موندم الان چرا سی روزه سی و خورده روز تو درگیر قضه ای آخه دشمنان موسا پیروان فرعون حتما باید دوباره فلسطینی ها بلندشن از پس و پیش مثل شنبه 15 مهر ما بزنن تو سر کلتون تا بفهمید دنیا دست کیه نمیخواید خفشید نمیخواید دیگه رجز نخونید نمیخواید از این حرفو نزنید نه اینه یه بار اساسی باید بشینن سر جاشون بفهمن دنیا چه شکلیه بریم ادامه اتفاقات امروز رو با هم دیگه بررسی بکنیم امروز در ادامه اتفاقاتی که رخ داده است شاهد اثر ویژه ویژه‌ای بودیم از سوی چهره های سیاسی در نقاط مختلف دنیا هارس خبری رو کار کرده در این خبر گفته بایدن به شدت دولتش داره فشار میاره به رژیم صهیونیستی تحت این عنوان که اینا این بازی رو تمامش بکنن چون اینا میترسن آمریکایی ها میترسن از اینکه ادامه این نبرد باعث بشه بحران غزه به یک جنگ آمریکایی تبدیل بشه خودشون وادارشن وارد این مسئله بشن نکته میدونید کجا هست فشارها در افکار عمومی دنیا تا الان تا حدود بسیار زیادی از سوی آمریکایی ها تلاش شده که مدیریت بشه در حوزه رسانی در حوزه سیاسی در بین ملت ها و در موارد دیگر دیگه داره از کنترل خارج میشه این قضیه خود اینها هم فهمیدن که دنیا داره نسبت به این رفتار و این اتفاقات به حالت انفجار میرسه به خاطر همین دارن دست و پا میزنن این قضیه تموم بشه من اگر بخوام نمونه های از سال نظرها رو خدمت شما ارائه بدم دبیر کل سازمان ملل در صحبت خودش امروز اشاره کرده گفته قضیه در حال تبدیل شدن به قبرستان کودکان است رئیس جمهور ونزوئلا در صحبت خودش به این اشاره کرده گفته ایده سهیونیست از نازیسم خطرناکتر است و این بذر یک ایدئولوژی خطرناک است که ابتدا علیه مردم فلسطین سپس همه ملت های عربی و اسلامی و همچنین علیه مسیحیان کاشته شده است در کنار این اصلاح نظرها ما شاهد موزگیری های سریحی از سوی چینی ها و روس ها علیه رژیم سهیونیستی بودیم سخنگوی وزارت خارجه روسیه در اظهار نظرهای در خصوص رژیم صهیونیستی اعلام کرده گفته اینا دیگه به طور رسمی اعلام کردن بمب با اتمی دارن دیگه تو الان پنهان کرده بودن یه قانونی هم گذاشته شده بود که تا زمانی که علنی مقامات رسمیشون اعلام نکنن آژانس نباید کاری بکنه اینی که معلوم برای شما گفتم این جوکه کسی در دنیا نمیتونه همچین حرفی بزنه بگه من بم میسازم میذارم یه گوشه تا زمانی که خودم علنی نگفتم آژانس با من کاری نداشته باشه آژانس میگه غلط کردی همچین حرفی میزنی ما از این چرت و پرتا نداریم که ایران باشی چین باشی روسیه باشی هر کجا باشی اعمال رفتاری خواهد شد اینا با همین ایده مسخره تا الان جلو اومدن میگه خب الان که دیگه مقاماتشون گفتن ما بمب اتمی داریم بعد گفتن میخوایم تو سر غزه ای ها بزنیم چرا کسی در دنیا اعتراضی نمیکنه چرا آژانس کاری نمیکنه من اینها رو خدمت شما ارائه دادم که بگم اوضاع به لحاظ افکار عمومی به شدت علیه رژیم صهیونیستی و نبردی که رخ داده اتفاقاتی تاریخی را رقم زده است که بخشش علیه رژیم صهیونیستی بخشیش علیه ها آمریکایی هاست و بخشش فراتر از همه اینها باید تحلیل بشه من یه چیزی خدمت شما عرض میکنم خیلی دربارش نمیتونم توضیح بدم شاید بعدم بشه یه خورده بهش اشاره کرد در بین گروه های مسلمان غیر شیعه در بین گروه های مسلمان غیر شیعه ما کسانی رو داریم که اینها تروریست و تکفیری نیستن ولی در منطقه میونه خوبی هم با ما نداشتن و با ما هم همسو نبودن یکی از ترسناکترین اتفاقاتی که خیلی ها دوست نداشتن رقم بخوره از جمله سعودی ها اصلا دوست نداشتن اتفاق بیفته این بود که اینها در مسئله فلسطین نه اینکه بیان کنار ما وایسن کارهایی در میدان انجام داده ما الان نمیتونم خیلی بهش اشاره بکنم وحشتی که من تو یکی دو تا از گزارش اندیشکده ها دیدم به اسم اینا اشاره شده بود که اینا رفتن با مقاومت دارن همکاری مشترک انجام میدن و این ترسناک ترین اتفاقه این ترسناک ترین اتفاقه خیلی نمیتونم توضیح بدم چیزهایی داره به لحاظه ریشه ای در مقایسه با گذشته تغییر میکنه و همکاری های مشترکی داره اتفاق میفته که این از همه اتفاقاتی که توی این سی روز بر رژیم و آمریکایی ها گذشت حیرت آورتر است آخرین سر نظری هم که انجام شده برمیگرده به مقامات جهاد اسلامی که در صحبت خودشون گفتن مقامت فلسطین اسرا رو نگه داشته رژیم صهیونیستی در نهایت وادار میشه بیاد پیرامون مسئله اسرا گفتگو بکنه و مجبور میشه تبادل اسرا رو انجام بده نه کسی اینا رو به تو پس میده نه میتونی اینا رو پس بگیری و تعداد قابل هر چقدر بیشتر ضربه بزنی کشته میشن بی امان بخوای بمباران بکنی کشته میشن من یه چیزم به شما بگم من احتمال میدم که اینها در روزهای اخیر هم تعداد قابل توجهی از اسراشون علاوه بر اون 50 60 که مقاومت فلسطین گفته کشته شده باشن چرا اعلام نمیشه احساس میکنم من احساس میکنم که مقاومت فلسطین میگه اگر الان اعلام بکنم که مثلا ده تا دیگه اسیر کشته شدن رژیم بر اساس مختصاتی که زیر ضربه برده شاید مثلا یه حدسی بزنه که اینا حدودی کجان به خاطر همین مقاومت فلسطین درباره عددها صحبت نمیکنه ولی قطعا دوباره تعدادی از اینها به هلاکت رسیدن با ذوره مقاومت فلسطین گفته گفته 12 تاشونو خواستم آزاد بکنم رژیم سین نذاشته باید بریم جلوتر باید بریم جلوتر ببینیم که ادامه ماجرای فلسطین با اتفاقاتی که داریم میبینیم به کجا قرار هست بی اگر نکته بود اگر بحثی بود حتما در قالب پیام برای بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام های ارزشمند شما کامل تر بشه خاک پای همه رفقا هستیم خیلی مخلصیم خیلی ردت داریم وقتتون بخیر